مؤسسه آمریکایی جی اف پی سالانه قدرت نظامی کشورهای جهان را با یکدیگر مقایسه می کند. این مؤسسه اخیراً قدرت نظامی ایران را اینطور توصیف کرده که بر اساس تقسیم بندی انجام شده، جمهوری اسلامی ایران در قدرت بازدارندگی نظامی رتبه هفتم در قاره پهناور آسیا را دارد، در حالی که رتبه های اول تا سوم در اختیار کشورهای نظیر روسیه، چین و هند با بودجه های کلان نظامی است. و این در حالی است که عربستان سعودی با بودجه نظامی 51 میلیارد دلاری بزرگترین وارد کننده سلاح در دنیاست. بودجه بخش نظامی هند 61 میلیارد دلار است و بودجه نظامی اسرائیل 20 میلیارد دلار بوده که در کنار این مبلغ، آمریکا هم یک بودجه کلان 38 میلیارد دلاری به رژیم صهیونیستی کمک هزینه نظامی می‌دهد که روی هم رفته به 58 میلیارد دلار می‌رسد، در حالی که بودجه دفاعی جمهوری اسلامی ایران برای سال 99 حدود 14 میلیارد دلار بوده که تقریباً یک سوم یا حتی کمتر از بودجه کشورهای ذکر شده است. بر اساس سند چشم‌انداز 20 ساله، ایران تا افق 1404 باید به قدرت اول نظامی در منطقه غرب آسیا تبدیل شود. با توجه به اینکه در حال حاضر به اذعان این مؤسسه و همچنین پیشرفت‌های شگفت‌انگیز نظامی کشور، حتی با وجود تحریم‌های ظالمانه، ایران در رتبه دوم منطقه غرب آسیا قرار دارد، به نظر می‌رسد زودتر از افق ذکر شده در سند چشم‌انداز به این مهم دست پیدا کند.